بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. محصلین عزیز، این فصل که بخش دوم درس سوم ما شماست، در مورد عزیز که آیا خود دختر یا خانم می تواند که عقد ازدواج ری خود را خودش به پیش ببره، یعنی منایی که در مجلس بنشینه و ایجاب و قبول و ایت مسئله انجام بده، یا حتی اگر یک زن عاقل و بالغ باشه کسی دیگر کدام دختر دیگر به ازدواج بده، از نوگز نمایندگی کنه در مجلس بشینه و بگویه که من دختر فلان فلان دختر که وکیلش هستم یا ولیش هستم، سرپرستش هستم، مادرش هستم، را میتونه که به دیگر کسی به نکاح بده یا نه. اینجا این عبارت همینی را برای ما میرسونه، این فصل این مسئله را برای ما بیان کرده. شما ببینید، من عبارت براتون میخوانم. و عبارت النساء معتبرت فی النکاح، کلام خانمها، سخن خانمها، عبارت و تعبیرات خانمها قابل قبول است در باب نکاح. قابل قبول است در باب چی؟ در باب نکاح. یعنی مانایی که وقتی که خانم آمد و در مجلس نشست، یا خانم در عقد ازدواج شرکت کرد و خودش عقد ازدواج خود را بسته کرد، کدام ممانعتی از لحاظ شرعی در مذهب امام صاحب حنیفه نداره، میتونه که می عقد نکاح خودش بسته کنه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه حتی لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جازه. نتیجه میشه که این میشه که اگر به ازدواج بده خانم آزاد و عاقل و بالغ نفس خود را، جایزه است. یعنی در یک مجلس حاضر شد خانم آزاد و عاقل و بالغ و گفت که ما با فلان کس ازدواج کرده بودم و کردم و جانب مقابلشم حاضر بود، گفت ما قبول کرده بودم و قبول کردم، دو شاهد وجود داشت و خود برام خودش هم خواند، یک کلام مولی سای بود خود برا خواند، همی ازدواج درست است. کدام ممانعت شرعی از لحاظ صحتی ازدواج ندارد و مذهب احناف ازدواج درست است. باز میگم، مثلا مجلس نشسته است، یک پسر یک دختر را خواستگاری کرد و قبول کرد و دختر پسر خودش هم حاضر شد و مجلس و در مادرشان هم بودن یا خشواندهشان هم بودن، اردوشان گفتن که ما حجاب قبول خود ما میکنیم. نه پسر گفت نه ما با وکیل ضرورت دارم، و دختر گفت نه با وکیل ضرورت دارم و مهر ما معین مشخص است. ای پسر با دختر گفت که مثلا نامش گفت که زینب جان متوره به خود به نکاح شرعی محمدی در مقابل 500,000 افغانی مهری شرعی گرفتم و زینب گفت که من تو را قبول کرده بودم و قبول کردم، این نکاح جایز شد. چرا؟ علمای کرام میگن که خصوصا علمای احناف که خانم حق تصرف در این قسم عقدها را به خاطر داره که او آزاد است، عاقل است، بالغ است، در مورد مال خود میتونه که تصرفاتی بکنه، در مورد ازدواج خود هم میتونه که تصرفاتی بکنه. بنابراین این قسم تصرفاتی که میکنه، این تصرفاتش جایز، این تصرفاتش صحیح، این تصرفاتش شرعی و اثر سر از او مرتب میشه. اثر که مرتب شد چی شد؟ من این دو نفر با هم خانم و شوهر شده، این یک صورتش. و کذالک لو زوجت غیرها بالولایت او الوکالت، و همچنان جایز است اگر به ازدواج بده امی خانم آزاد عاقل بالغ کدام دختر دیگره به ازدواج بده، به اساس ولایت سرپرستی که سرش داره یا به اساس وکالتی که سرش داره، وکیلی را گرفته، در هر دو صورت ازدواج درست است. به اینجا هم کلام یا سخن خانم ها در ازدواج مورد اعتبار قرار گرفته و مورد اعتبار قرار میگیره و سر از او حکم مرتب میشه و افسر از او احکام ازدواج مرتب میشه.
تزویج بس اساس ولایت چی؟ یک دختر است، مادرش مثلا بیوست پدر نداره، مادرش خوب خانم بیدار و شیار و عاقل و بالغ است، میاید در مجلس میشینه و میگه که من دختر خودا که زینب نام دارم مثلا به فلان احمد که بچی فلان است بعد نکاح داده بودم و دادم، و احمد هم میگه که من قبول کرده بودم و قبول کردم، ای درست شد، ای نکاح با ولایت شد، یعنی که چون خانم سرپرست دختر خود بود. یا وکالت، یک کسی دیگه یک خانم را وکیل میگیره، مثلا دختر خودش در مجلس حاضر نمیشه، میگه وکیل ما فلان بی بی آجی باشه که بسیار ساز دانسته و فامیده است میتونه، او میاد در مجلس حاضر میشه و در مجلس طبعا اما حشمت مجلس نگاه میکنه و او میگه که ما که وکیل مهر نفس زینب جان است، میره به احمد در مقابل خدر مهر شریع به نکاح داده بودم و دادم، و احمد میگه من قبول کرده بودم و قبول کردم. این هر دو صورت ازدواج درست است. این صورت ازدواج است که خانم خیسته دیگه دختر را به سبب ولایت یا به سبب وکالت، به سبب اینکه سرپرست از اوست یا به سبب اینکه وکیل از اوست، به دیگه کس به ازدواج داده. این هر دو ازدواج چی شد؟ هر دو ازدواج درست شد. در مذهب احناف کدام مشکلی نداره، کدام مشکلی نداره و ازدواج ها درست است و سر از او احکام خودش مرتب. خب این بود صورتی که یک خانم کسی دیگر به نکاح بدهد، یک خانم دختر دیگر به نکاح بدهد و به ولایت یا به اساس وکالت. ولی صورت دیگهش و کذا اذا وکلت غیرها فی تزویجها، و کذا و همچنان جایز است اذا زمانی که وکلت و وکالت بسپاره غیرها کسی دیگر را فی تزویجها در تزویج خود، یعنی کسی دیگر در تزویج و ازدواج خود وکیل بگیری، هم درست است. مثل که خودش میتونه که با مجلس حاضر شوه و ازدواج خود خودش بسته کنه، در عقد ازدواجش خودش مستقیما شرکت کنه، همچنان میتونه که کسی دیگر وکیل بگیره در نکاح کردنش، وکیل بگیره در نکاح کردنش. یعنی منوی شکل که بگه که آجی صاحب اسمت الله وکیل ما در این نکاح است، یک صورت وکالت است که نکاح مشخص است، مثلا واضح خاطب معلوم است، پسر معلوم است، از پیش از پیش خواستگاری و مسائل همه شده و عقد نکاح دختر حاضر نمیشه و کسی را میگه، میگه آجی صاحب اسمت الله که مامایم است، مثلا وکیل مهر نفس ماست و او در این عقد شرکت کنه و از طرف ما او عقد انجام بده. بازی آجی صاحب اسمت الله چون مامای دختر است و با پسر میگه، او را با ازدواج میده با پسر، میگه که این دختری که مثلا شاکره نام داره با این دختر، او دختر کاکا محمود است و این نام دیگه دختر نداره، برای تو چون ما وکیل نفس مهر هستم، برای تو به نکای شرعی محمدی در مقابل خدر مهر داده بودم و دادم، و جانب مقابل که مثلا بسر احمد فرض کنیم احمد باشه و میگه که من ایره قبول کرده بودم و قبول کردم، در دو صورت دی صورت این نکاح درست است، چرا که ایجا امو شاکره ای آجی شب اسمت الله را وکیل گرفته بود و وکالتش درست است و ایره به ازدواج داد گپ خلاص. یک صورت وکالت به این شکل است که وکالت عام برش میده که میگه که آجی صاحب اسمت الله تو از طرف ما وکیل هستی، مامای مستی، به هر کس که تو راضی شدی ما را به ازدواج دادی ما را قبول میکنم. این را وکالت عام میگه. یک آن دفعه قسم هم میشه که یک دختر به کسی وکالت خدا بسپاره یا اختیار خدا بسپاره که تو وکیل عام تمام هستی که به هر کس تو بنا به ازدواج دادی ما به او راضی هستم و مشکلی ندارم. این وکالت عام است. بازو که به هر کس به نکاح داده شو درست میشه. ای صورت دیگیش بود. او صورت بعدیش او زوجها غیرها فاجازت. ای صورت شبین یا ای که امی خانم را کسی دیگه به ازدواج بدهد، زوجها به ازدواج داد امی خانم را غیرها کسی دیگه فاجازت، باز ای چی کرد؟ ای اجازه داد، امی ازدواج هم درسته است. ای دیگه در حقیقت ازدواجی است که ازدواج فضولی یا ازدواج بیگانه میگه. مثلا یک نفر خبر داره که یک دختر میخواد ازدواج بکنه، یک خانم بیوه است میخواد ازدواج بکنه،
لكن ای بی خانم دیوا به شخص به نفر وکالت نسپرده. ای میگه که خیر بیا خیر کار خیر میکنیم، یک آدم پیدا شد بسیار خوب آدم هستی، من خبر دارم این امی دختر تو میخوای که ازدواج بکنم، این بیوه میخوای ازدواج بکنه، بیا میره من به تو به نکاح میتونم. میشینم رازی میگه که من فلان خانم را که بیوه است یا دختر است در مقابل قدر مهرش رای محمدی به تو نکاح داده بوده مدادم، و میگه که من قبول کرده بودم و قبول کردم، در اینجا نکاح بسته شد. لکن این خانم تا هنوز خبر نداره، به خانم خبر رسید که ام فلان آدم خیرخواه که تو میشناسیش تو را به فلان آدم به نکاح داده، این نکاح را درست قبول میکنه نمیکنی؟ فاجازت، پس اجازه امین نکاح را داد، این نکاح درست شد. فاجازت اجازه امین نکاح را داد، این نکاح چه شد؟ این نکاح درست شد و کدام مشکلی ندارد، کدام مشکلی ندارد. اما امام محمد بن حسن شیبانی که جمعی رسول ما میبینیم، این میم بنان محمد بن حسن، معنای امام محمد بن حسن شیبانی یکی از شاگردان امام صاحب و شاگردان امام صاحب یا ابی یوسف است و از جمله یارانش کن است، میگه که این درست نیست، باید اجازه ولی شرط باشه، اجازه ولی شرط باشه. اما در این صورت های دیگه امام ابو حنیفه و ابو زفر و امام حسن و دیگه ما بیوسف سب میگه که این آدرس شده، اما دیگه میگه که نباید ولیش باید رو به نکاح بته. موضوع ولی در نکاح از جمله مسائل است که در بین علمای جمهور و علمای احناف در اختلاف است. علمای جمهور میگه که ولی بودن حتما شرط است، اما احناف میگه که حتما شرط نیست، اگر خود دخترم خود رو به نکاح بته یا به می صورت هایی که ما شما دیگه خواندیم نکاح دختر درست میشه و این کدام مشکلی نداره، کدام مشکلی نداره. خب محصلین عزیز و گرامی، میایم به متن بعدی، عبارت بعدی چی میگه؟ ولا اجبار علی البکر البالغه فی النکاح، ولا اجبار على البكر البالغة في النكاح، اجبار نیست بر دختر باکره بالغه در نکاح. اجبار چه معنا و بکر بالغه چه معنا و در نکاح چه معنا؟ طبعا بکر بالغه معنی دختری که باکره است و به حد بلوغ رسیده، صغیره نیست، صغیره نیست، به حد بلوغ رسیده و بالغه است. ای به معنای بکر بالغ است. نکاح میکنه در امر ازدواج، ای عبارتی را میرسونه که هیچگاه جایز نیست که ولی دختر بالای دختر در امر ازدواج اجبار و اکراه و زور از زور کار بگیره. دختر نمیخواه که با یک کس ازدواج بکنه، دختر نمیخواه که با فلان شخص ازدواج بکنه، دختر نمیخواه که مثلا فعل حال ازدواج بکنه، یک سال دو سال بعد ازدواج میکنه میاد. در این صورت پدر یا ولی دیگه او را مجبور کرده نمیتونه بر چی؟ بر ازدواج به می مسئله که او را مجبور بسه میکنه یکمین تو ازدواج بکن، تو اتمن ازدواج بکن. از لحاظ شرعی مجبور ساختن دختر بر ازدواجی که در خودش راضی نباشه درست نیست، درست نیست. طبعا پدر و مادر خو بیشتر اوقات به خیر و بس مصلحت دختر خود می اندیشه، فکر می کنه، لیکن بر از او هم باید یک فرصت و وقت داده شه که خودش هم در رابطه به سرنوشت و زندگی خود فکر بکنه و از لحاظ شرعی تصمیم خود را در روشنی معلومات و در روشنی فکر و سنجش و تعقل بگیره و باز پدر و مادر خود را در جریان بگذاره. اما ای که او اصلا هیچ خبر نباشه، اصلا او هیچ آگاه نباشه، اصلا هیچ در مسائل دخیل نباشه، او را کسی به نکاح بده، این نکاح درست نیست، این نکاح درست نیست، این نکاح صحیح نمیشه و از لحاظ شرعی کدام اثر سرزی مرتب نمیشه. ولی متاسفانه که در جامعه ما شما یه امر شرعی کسی در نظر نمیگیره و ایت قضایا و مسائل واقع میشه، ایت قضایا و مسائل واقع میشه.
خب گفتم که در مورد ازدواج بالای خانم کدام یا دختر باکره و بالغه کدام اجباری وجود نداره، کدام اجباری وجود نداره. زمانی که اگر دختر را پدرش یا ولیش به نکاح میداد او چی کنه؟ او از پیشش باید اجازه بخواه، او از پیش اجازه بخواه. چه قسم ای عبارت شما متوجه باشین؟ و سنت للولی ان یستعمر البکر قبل النکاح و یذکر لها الزوج فیقول ان فلانا یخطبک او یذکرک فاذا سکتت فقد رضیت ولو ضحکت فهو اذن ولو بکت ان کان بغیر صوت فهو رضا. سنت برای ولی دختری است که ان یستعمر البکره، یکی اجازه بگیره از دختر باکره در مورد نکاح قبل نکاح، پیش از نکاح، پیش از اینکه او را با کسی به ازدواج بده، پیش از اینکه او را با کسی به نکاح بده، از پیش از او اجازه بگیره. اجازه چه قسم بگیره؟ و یذکر لها الزوج و ذکر کنه بر ازمی دختر از زوج شوهر را، کسی که خدمه میکنه، کسی که خواستگاری میکنه. طبعا تا نسخ شوهرش نیست، زوجش نشده، لیکن او میخواه که زوجش شوه. ایرش پدرش برش ذکر کنه یا ولیش برش ذکر کنه. فیقولو پس بگویه امی ولیش به دختر، این قسم بگویه، این قسم بیان کنه، این فلانا یخطبو که یقینا فلان شخص تو را خواستگاری میکنه، او یذکرو که فلان شخص تو را یاد میکنه، یاد تکده که میخواه با تو ازدواج کنه. این تو مسئله است، آمده و نخواستگاری میکنه، میخواه با تو ازدواج کنه، تو را میخواه به نکاح بگیره. در این رابطه تو چی فکر داری؟ حالی یه دختر صراحتا میگه و یا سکوت میکنه؟ اگر به صراحت گفت که درست است پدر، هم اجازه صحیح شد، و اگر به صراحت گفت که نه نمیخوایم، هم اجازه نشد، گپ رد شد. اگر به صراحت نگفت سکوت کرد، باز چطور؟ فاذا سکتت وقتی که سکوت کرد فقد رضیت پس راضی شد. ولو ضحکت اگر خنده کرد فهو اذن پس خنده هم اجازش است، پس خنده هم اجازش است. ولو بکت اگر گریان کرد این کانه بغیر صوت، اگر گریان بدون صوت بود فهو رضا پس او رضا است. اگر گریان بدون صوت بود او هم چی است؟ او هم رضا است. اگر گریان بدون صوت بود او گریان قدر زیاد به فقان و ناله نبود، او هم رضا است. ایرا میگن که یعنی از او باید اجازه بگیره. فقه های مسئله را بیان کرده که ولی باید از دختر باکره در مورد نکاحش از پیش اجازه بگیره. اگر اجازه داد نکاحش است، و اگر اجازه نداد نکاحش درست نیست. یا اجازه صراحتن میدهد و یا اشارتن. اشارتش همی است که ساکت بمانه، خنده بکنه یا گریه بدون صدا بکنه. میگه که مسئله از کجا ثابت شده؟ مسئله میگه که از حدیث ثابت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم با فرمودن که البکر تستعمر فی نفسها فان سمتت فهو اذنها و ان ابت فلا جواز علیها، که خانم باکره در نفسش، در مورد نفسش از پیش اجازه خواسته میشه. اگر سکوت کرد ای اجازهش است، و اگر انکار کرد دیگه بالایش جوازی وجود نداره. و دیگه همچنان در پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته شاور النساء فی ابدایهن، در مورد ازدواج و شرمگاه خانم ها که شما اون رو به ازدواج میتین به مردم مشوره بکنی با خانم ها. عائشه رضی الله عنها قالت، عائشه رضی الله عنها گفت که یا رسول الله ان البکر لا تستحی، دختر باکره دختر جوان حیا میکنه و شاید به صراحت این مسئله را بیان نکنه. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که اذنها سماتها، اجازه از او خاموش نشستن است. وقتی خاموش نشست او اذن داد و اجازه داد. دیگه به می اساس این مسئله شریعی است که بدون اجازه
اون دختر رو بدون رضای از او نکای از او درست نیست، اجازهش باید گرفته شوه و یک نوع رضایش به دست آورده شوه، رضایش به دست آورده شوه. این بود بخش دوم درس سوم ما شما، انشالله که بخش سوم درس سوم شما هم انشالله به ادامه ازی خواهد آمد.